کردم بیشتر مراقبت کنم. بله، و این هم از کادوی ما به خودمون. این هم از کنسول ایکس باکس سریز ایکس، یا به عبارتی یخچال مایکروسافت. خب اول از همه بریم سراغ، من مثلا زبونم بند اومد، بریم سراغ حسی که من از این کنسول دارم. اولا که خیلی جمع و جورتره، ولی خیلی سنگینه کنسول، یعنی واقعا وزنش رو حس میکنین، هم تو جعبه حس میشد و هم الان که میگیرین دستتون. نکته جالبی که داره اینه که شما هم کنسول میتونین عمودی اینجوری بذارین و هم اگر جا ندارین به صورت افقی اینجوری بذارین. یه نکته ای که من خیلی دوست ندارم برای اگر میخواین کنسول رو به صورت افقی بذارین اینه، من دوست داشتم این حداقل میتونستی درش بیاری اگه میخواستی به حالت افقی بذاری. و یک گیری دیگه هم که دارم رو لوگوی ایکس باکسه، لوگوی ایکس باکس جوری یعنی دکمه پاورش یه جوری طراحی شده که فقط در حالت عمودی لوگو رو نشون میده، یعنی شما اینجوری بذاری لوگوت اینجوری 90 درجه عقبه. اینا میتونستم بچرخونن دیگه، کاری ندارم حالا نمیدونم میشه. آره یاد، آره دقیقاً. ولی خب به هر حال تصمیمی که مایکروسافت گرفته. خب روی قسمت جلوی کنسول غیر از دکمه پاور که حالا گفتیم، و خدا رو شکر که هم سونی هم مایکروسافت تو نسل 9 بی خیال اون دستگاه تاچ شد، اون تاچ کاری بود بابا. من هر موقع میخواستم اتاقامو تمیز کنم دستمال میکشیدم ایکس باکس هم روشن میشد. واقعا من همیشه مزنگ که روشن شد چیکار کنم. دکمهش یه حالت کلیکی داره. این قسمت، این دکمه که شاید خیلی کسایی که پلی استیشن دار باشن و تا حالا مثلا اکراکس نداشتن ندارن، این دکمه سینک دست است دیگه، شما کابل نیاز نداری، دست رو روشن می‌کنی، کنسول روشن می‌کنی، این دوتا رو با هم نگه می‌داری چند ثانیه و با هم دیگه سینک میشن. و پورت، یک پورت یو اس بی در قسمت جلوی کنسول، دی وی دی درایو یا بلو ری درایو کنسول این بغله، اینم دکمه ایجکت. کنار اینور کنسول فقط 4 تا پایه داره، برای اینکه موقعی که اگه بخواید کنسول به صورت افقی بذارین حالا اینقدر خم و راستش بکن تا خرابش کنی. به خدا اگه مامانم بود الان میگفت اینقدر اینو خم و راست میکنه آخر خراب میشه نوع. آره این بخش کنسول یه لوگوی ایکس باکسه به صورت حالا اونوری، شما مثلا حالی که داده اینه که اگه اینجوری بذاری یا بالا نگاه کنی ایکس باکس اینجوری میشه. بخش پایینی کنسول که در حقیقت پایشه چی نمیشه، سنمون هم پایین رفته بالا، ایکس باکس این پایینه، اینجا یه چیز خیلی ریز نوشته ایکس باکس هلو فرام سیاتل. خب سلام از سیاتل، سلام از تهران. و قبل از این بریم من خیلی واقعا سنگینه کنسول. آها یه نکته ای که داره که شما اینجا دارین میبینین این سبزا، این سبزا منم فکر میکردم یک صفحه هست، صفحه نیست. اگر دقت بکنید توی خود این فضای مشبکی که برای خنک کنندگیه بخش وسطش دو رنگه، واقعا نداره کنسول انگار همیشه روشنه، حتی وقتی انگار یه نوری داره از بالاش، یه نور سبز اینجوری بهت میده. آره و خب میگم مثلا یه نور خود یه جایی بذاره که این نور پردازه خوشگلی بشه میتونه باحال بشه. خب بریم بخش اصلی کنسول که میشه پشت کنسول، دو تا یو اس بی، یک دونه کارت شبکه برای اینکه با کابل وصل کنید، جای برق، خروجی HDMI و استوریج اکسپنشن. استوریج اکسپنشن برای اینه که اگه بدونین برق، سونی یک جای درگاهی گذاشته که شما میتونی حافظه های M.2 رو بذاری توش و استفاده بکنی. البته هنوز به صورت رسمی نگفته از کدوم ها پشتیبانی میکنه و الان نمیتونین بذارین و حافظه‌شو ببرین بالا.